بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شاگردان گرامی، امیدوار هستم در صحت کامل باشید. محسن زینعلی هستم و موضوعات مربوط به ریاضی صنف 11 را کار میکنیم. آخرین موضوعی که خوانده شد مربوط به سیستم معادلات مثلثاتی بود. شما حالت اول و حالت دوم سیستم معادلات مثلثاتی را یاد گرفتید. حالت اول به صورت حاصل جمع نسبت های مثلثاتی ساین یا کوساین هست و حالت دوم هم به صورت حاصل ضرب نسبت‌های مثلثاتی ساین و یا کوساین بود. درسی که امروز می‌خوانیم سیستم معادلات دو مجهوله مثلثاتی نوع سوم و نوع چهارم هست. سیستم‌های معادلات در زندگی روزمره هم کاربردهای زیادی را دارند. از سیستم‌های معادلات برای دریافت قیمت‌های چندین مجهول از طریق چندین معادله استفاده می‌شود. این نوع سیستم‌ها در موارد تحلیل بازارهای اقتصادی، تولیدات فابریکه‌ها و دیگر مسائل روزمره کاربرد زیاد دارد. هرگاه متحولین یک سیستم زاویه و نسبت های مثلثاتی باشد به نام سیستم های مثلثاتی یاد میشه. مثلا در مورد تولیدات یک فابریکه و مقدار فروشی که داشته، اگر ما بر از یک گراف رسم کنیم که این فروش و تولید آیا به صورت افزایشی بوده، به صورت نزولی بوده یا به صورت ثابت بوده، حتما یک گراف مستقیم را برای ما میده و این گراف در حقیقت یکی از کاربردهای سیستم معادلات هست که البته در مثلثات اونجا زاویه ها نامعلوم هست و ما باید قیمت زاویه ها را به دست بیاریم. نوع سوم به این شکل است، حاصل تقسیم دو نسبت ساین و کوساین هست. حاصل جمع یا تفریق زاویه ها را داده و حاصل تقسیم یا نسبت دو تا ساین یا دو کوساین و سه تا حلش خواسته. البته شرط حل این سوال ها در کتاب نامده. شرط حلش هم بسیار ساده هست و همی است که ساین وای صفر نشوه یا کوساین وای صفر نشوه، یعنی در حقیقت ناحیه تعریف تابع کسری اینجا مطرح هست. این معادلات وقتی دارای حل که مخرجهایشان خلاف صفر باشند. خب مثالی که در این قسمت آمده، x جمع y مساوی پای بر 2 ساین x بر ساین y مساوی جذر 3. این سیستم در چه صورت حل داره؟ آفرین، در صورتی حل داره که ساین وای خلاف صفر باشه. خب سوال در این قسمت من نوشته میگنم. سوالی که آمده گفته شده که x جمع y مساوی است به پای بر 2 و ساین x بر ساین y مساوی است به جذر 3. خب روش حل سوال استفاده از تناسب هست. مخرج نداره، مخرج یگه. میتونیم از صورت مخرج را منف کنیم، یعنی ساین x منفی ساین y و جمع شود در مخرج نوشته شه ساین x جمع ساین y. به همین ترتیب جذر 3 منفی 1 در صورت میایه و جذر 3 جمع 1 در مخرج. جذر 3 جمع 1 در مخرج. با استفاده از قانون تناسب یک بار صورت را و مخرج را تفریق، یک بار هم جمع، این عملیه را انجام دادیم. ساین x منفی ساین y، ساین x منفی ساین y به شکل ضرب مساوی به دو ساین، دو ساین x منفی y بر 2 ضرب کوساین x جمع y بر 2 است بر ساین x جمع ساین y مساوی به 2 ساین x جمع y بر 2 ضرب کوساین x منفی y بر 2. خاصیت تبدیلی را هم داریم، 2 کوساین x منفی y بر 2 ضرب ساین x جمع y بر 2، x جمع y بر 2 مساوی. این طرف مساوات خودش جذر 3 منفی 1 داریم، جذر 3 جمع 1 داریم. خب اگر حاصل تفریق دو تا ساین بود باید ساین تفریق شد و کوساین جمع، اگر جمع بود باید ساین جمع و کوساین منفی باشه. خب 2 به 2 اختصار ساین بر کوساین تا
تانجانت است، تانجانت x منفی y بر 2. ضرب کوساین بر ساین کوتانجانت است، کوتانجانت x جمع y بر 2. مساوی به جذر 3 منفی 1 و جذر 3 جمع 1 خودشه. خب قیمت گذاری x جمع y پای بر 2 است، به جای x جمع y پای بر 2 یا 45 وزن کو 45 تقسیم بر به جای x جمع y 90 را وزن کو پای بر 2 تقسیم به 2 45. پس نوشته قدم میتونیم که تانجانت برادیان 45 پای بر 4 ضرب تانجانت x منفی y بر 2 مساوی جذر 3 منفی 1 بر جذر 3 جمع 1. کوتانجانت 45 درجه 1 است، صرف نظر کوتانجانت 45 درجه 1 است، تانجانت و کوتانجانت 1 است صرف نظر، در ضرب 1 بی تاثیره. خب چه چیزی باقی مانده؟ تانجانت x منفی y بر 2 مساوی به جذر 3 منفی 1 بر جذر 3 جمع 1 باقی مانده. خب این رابطه که اینجا داریم این در حقیقت تانجانت 15 درجه هست. شما تانجانت 15 را میتونید 45 منفی 30 بگیرید یا 60 منفی 45 بگیرید. با استفاده از این رابطه تانجانت الفا منفی بیتا ثبوت کنید همین تو یک جواب بعد از آمده میتونه. پس x منفی y بر 2 مساوی به 15 درجه و x جمع y مساوی به 90 درجه هست. x جمع y مساوی 90 درجه بر درجه کار کنیم، هر دو طرف ضرب 2 میزنیم، x منفی y مساوی به 30 درجه و x جمع y هم خب مساوی به 90 هست. افنا این دو تا سوال جمع کنیم با یک دیگه، اگر جمع شوه 2x مساوی 30 جمع 90 120 درجه و 2 تقسیم شوه x مساوی به 60 درجه هست. خب x 60 درجه شد، وقتی x 60 درجه باشه x منفی y مساوی به 30 درجه، به جای x 60 وزن می کنیم 60 درجه منفی y مساوی به 30 درجه است. 30 رئیس رو میاریم منفی y رو او طرف میبریم، پس قیمت y مساوی به 30 درجه شده، قیمت x 60 درجه و قیمت y هم 30 درجه، که البته بر رادیان گفته میتونیم x مساوی به پای بر 3 و وای مساوی به پای بر 6. قیمت ها از جنس رادیان هم کار شد. خب حالت دوم را کار کرده بودیم که حاصل ضرب هست، حالت سوم هم کار شد که حالت تقسیم را به خود میگیره. در ادامه در حقیقت مثال هایی که آمده مربوط به نوع چهارم است. اگر جمع و تفریق تانجان یا کوتانجان بود او سوالا نوع چهارم است، شرط حلشان a مربع منفی 4 جمع 4 a کوتانجانت الفا بزرگ مساوی 0. شباهت به فرمول محمد ابن موسی قسمت دلتا را داره، b مربع منفی 4 c و دلتا باید بزرگ از صفر یا مثبت باشه یا صفر، کوچکتر از صفر باشه حل نداره. در حقیقت ثبوت همین رابطه که ای از کجا به دست آمده تشکیل یک معادله درجه دوی مثلثاتی است، او را حتما خودتان کار کنید. مثال عددی که من کار میکنم هم تا حدودی همین رابطه درش استفاده شده میتونه. مثالی که آمده گفته x منفی y پای بر 3 تانجانت x منفی تانجانت y منفی 2 جذر 3، قیمت x و y از این سیستم معادله خواسته شده. سوالی که در این قسمت آمده حاصل جمع یا حاصل تفریق تانجانت ها هست، گفته شده که x منفی y مساوی به پای بر 3 و رابطه دیگه که آمده تانجانت x منفی تانجانت y یک سیستم معادله هست مساوی به منفی 2 جذر 3. قیمت x و y از این سیستم معادله دو مجهوله خواسته شده. خب شرط حل هم شما یاد دارید که a مربع منفی 4 جمع 4 a کوتانجانت الفا باید بزرگتر مساوی 0 باشه. این در حقیقت دلتا هست،
دلتا بی مربع منفی 4 سی، دلتا در معادلات باید بزرگتر از صفر یا مساوی با صفر باشه که حل داشته باشه. وقتی که زیر جذر میره، جذر دلتا قیمت منفی رو گرفته نمیتونه. شما به جای ا در این رابطه منفی 2 جذر 3 رو وضع کنید و به جای الفا هم پای بر 3 رو. حاصلتان اگر صفر یا مثبت شد حل داره. خب او قسمت کار خانگی، خودتان کار کنید. محل معادله رو تشریح میکنیم. از هر دو طرف این رابطه تانجانت میگیریم. تانجانت اکس منفی وای مساوی است با تانجانت پای بر 3. از هر دو طرف رابطه اول تانجانت گرفتیم. تانجانت الفا منفی بیتا انکشاف اگر داده شه میشه تانجانت اکس منفی تانجانت وای بر 1 جمع تانجانت اکس تانجانت وای با استفاده از فرمول ها. مساوی تانجانت پای بر 3 مساوی 60 درجه است، مساوی با جذر 3. جذر 3 به جای تانجانت اکس منفی تانجانت وای قیمتش داریم، منفی 2 جذر 3 است. قیمت گذاری شوه منفی 2 جذر 3 بر 1 جمع تانجانت اکس تانجانت وای خودش است، مساوی جذر 3. هر دو صورت جذر 3 داره، جذر 3 به جذر 3 خلاص. چه چیزی باقی مانده؟ منفی 2 در صورت مانده بر 1 جمع تانجانت اکس تانجانت وای، مساوی است به مساوی به 1. اختصار شد 1 ضرب مخرج پس خود مخرج، 1 جمع تانجانت اکس تانجانت وای مساوی 1 ضرب منفی 2 منفی 2. اگه 1 او طرف انتقال بدیم تانجانت اکس تانجانت اکس تانجانت وای مساوی میشه به منفی 3. خب این یک رابطه ای که بعد از اومد، حاصل ضرب 2 تانجانت، تانجانت اکس ضرب تانجانت وای منفی 3 شده. یک رابطه دیگه ما اونجا داریم که تانجانت اکس منفی تانجانت وای مساوی با منفی 2 جذر 3 است، منفی 2 جذر 3. شما اینو در نظر بگیرید، حاصل ضرب 2 عدد منفی 3 است، حاصل تفریقشان منفی 2 جذر 3. ما باید قیمت یکی از تانجانت ها رو از اینجا بدست بیاریم، در بالا قیمت گذاری کنیم. ما قیمت تانجانت اکس رو بدست میاریم، تانجانت اکس مساوی ایره او طرف میبریم میشه مثبت تانجانت وای منفی 2 جذر 3 هم خودش، ایره میاریم در جای تانجانت اکس قیمت گذاری میکنیم. تانجانت وای خودش است، تانجانت وای خودشه، بجای تانجانت اکس نوشته میگنیم تانجانت وای منفی 2 جذر 3، منفی 2 جذر 3 مساوی به منفی 3 هم خودشه، منفی 3. تانجانت وای ضرب تانجانت وای میشه تانجانت مربع وای، تانجانت وای ضرب 2 جذر 3 میشه منفی 2 جذر 3 تانجانت وای. منفی 3 را میاریم مثبت 3 مساوی 3. یک معادله درجه 2 مثلثاتی شده. این معادله را شما میتونید از طریق تعویض تانجانت وای و تانجانت وای با اکس با ای با تی با استفاده از تعویض کار کنید. روش ساده تر این در حقیقت مربع کامل هم هست، ای مربع منفی 2 ای بی مثبت بی مربع. تجزیه این سوال میشه ای منفی بی کل مربع میشه تانجانت وای، جذر گرفتیم منفی جذر 3 کل مربع مساوی 0. از هر دو طرف جذر میگیریم که در نتیجه تانجانت وای منفی جذر 3 مساوی 0. اگه جذر 3 رو او طرف انتقال بدیم تانجانت وای مساوی جذر 3. چه زاویه ای هست که تانجانتش جذر 3 شده؟ آفرین، 60 درجه یا پای بر 3 رادیان. این قیمت وای هست. قیمت اکس را با استفاده از قیمت گذاری کار کنید. موضوع ساده است و من مطمئن هستم که شما یاد دارید و حل کرده میتونید. سوالاتی که در این قسمت کار شد مربوط به حالت سوم و حالت چهارم سیستم معادلات مثلثاتی بوده. حالت سوم حاصل تقسیم ساین و یا کوساین و نوع چهارم حاصل جمع یا حاصل تفریق تانجان و کوتانجان بوده. به خاطر درک بهتر موضوع
حتما همین سوالا رو تکرار در خانه کار کنید تا همین موضوع رو بهتر یاد بگیرید. بینندگان عزیز، شاگردان گرامی، تشکر که تا این لحظه را با ما بودید. تا برنامه بعد، بدرود.